دوستان عزیز، اعضای شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس سالانه مقاومت که در اشرف 3 برگزار شد حاضر بودند و در بحث و گفتگو با حامیان مقاومت ایران شرکت کردند. همکارم مصاحبه کوتاهی با پهلوان مسلم اسکندر فیلابی انجام داده که از شما دعوت میکنم که این مصاحبه رو با هم ببینیم. همیهنان عزیز، من لازم دارستم که از این فرصت استفاده کنم یک گزارش کوتاهی رو به شما آزادی خواهان و کسانی که میخواین کشورتون آزاد باشه بگم. همیهنان عزیز، من در اشرف 3 هستم، جایی که مجاهدین خلق اونجا آمدن از اشرف به لیبرتی و از لیبرتی به اینجا. مجاهدین در این 30 سال 40 سال در برابر رژیم خمینی ایستادن، رژیم خامنه ای ایستادن و در این ملاها بیشترین بی‌حرمتی ها را به کشور ما کردن و بیشترین جنایات را کردن. من وقتی اینجا آمدم امروز دیدم، چون به این اجتماع بزرگ رو واقعا قبلا ندیده بودم، در اشرف به عنوان پای ارتشی های آزادی بخش میدیدم، ولی اینجوری که دست جمع باشن ندیدم. انسان هایی هستن که وقتی بیای واردشون بشی احساس میکنی در مدینه فاضله هستی، جایی که هیچ کس به هیچ کس برتری حس نمیکنه و هیچ کس در برابر کسی کمبود حس نمیکنه. جامعه ایست که همه جونشون رو گذاشتن تا کشورمون را آزاد کنن. همیهنان، من به عنوان یک ورزشکار سابق میگم که شما این لقب پهلوانی را به من دادید، میخوام عرض کنم خدمتتون، یک لحظه فکر کنید در این 40 سال بی‌حرمتی های رژیم خمینی به تمام ایران که از ایلغار مغول بدتر و از حمله مغول بدتر بود و این همه جنایت و دزدی در ایران کردن، اگر مجاهدین نبودن که در برابر ایلغار خمینی بیستن، ما در آینده تاریخ در مورد ما چه فکر میکرد؟ میگفتن یک مش آخوند بی سواد جنایتکار واقعا کثیف اخلاقی و فکری به یک کشوری بزرگ مثل ایران حمله کرد و در اینا هر بلایی به سر مردمشون، مالشون، ناموسشون آوردن، هیچ کس قد علم نکرد. من افتخار میکنم که امروز اینجا هستم در اشرف 3، مجاهدین رو ببینم که هر کدومشون به تنهایی یک بابک خرمدیرن، هر کدومشون به تنهایی یک یعقوب لیسن و هر کدومشون به تنهایی یک مازیارن و هر کدومشون به تنهایی دکتر مصدقن و هم بیگه تمام قهرمانان ملی ما از ستار خان و باقر خان. اینا اگر اینها نبودن من خجالت میکشیدم بگم ایرانیم. چی میشد؟ من بگم ایرانیم ولی در ایران من اخوندها این همه بی‌حرمتی و جنایت میکنن. و خوشحالم امروز اینجا به شما میگم، این گزارش رو دارم بهتون میدم که خوشحال باشیم به زودی مملکتتون را همین انسانهای آزاده که تمام دنیا ریخته بود رو سرش با رژیم مماشات میکرد و میخواست که این مقاومت از بین ببرن، ولی این مقاومت ایستاد. درود به مسعود و مریم و درود به تک تک مجاهدین همشون و درود به تمام اشرف نشانها در این سالها ایستادن. یادتون باشه اشرف رو بمباران کردن، اشرف رو بمباران کردن، خانم رجوی رو گرفتن بفرستن ایران، مقاومت رو و شورای ملی مقاومت رو در لیست های تروریستی گذاشتن که این مقاومت از بین ببرن، باز پاپت دیگه‌ای یا دستشانده دیگری رو بیرون بیارن. ولی این مقاومت با هواداران واقعا خوبش ایستاد. یکی از مهمترین کارهایی که این مقاومت و هوادارانش کردن، اینا در سالها اونهایی که تونستن با مالشون با قدمشون کمک کردن. یادتون باشه مسعود بارها گفت هر کسی که وطنش دوست داره با قدمی با آی با درهمی
بیاد کمک کنه. این مقاومت رو پول مردم ایران در داخل و خارج اداره کرده. یک زمانی میگفتن بینا شوروی کمک میکنه، یک زمانی میگفتن بینا صدام حسین کمک میکنه. اونهایی که باورش نمیشد که در این مجاهدین این همه شهید در ایران یک شوروی، یک نفر از شوروی جای عراق نبود. تمام پول و ثروتش از ایران آمده و الان این سر و صدا و این همه چیز که سران کشورها الان اینجاست، تک به تک تعظیم میکنن در برابر خانم رجوی و تک به تک عنوان میکنن که یک ایران آزاد فقط با این آلترناتیو هست. آلترناتیو یعنی چی هم میهران عزیز؟ یعنی کسی که از اول در برابر رژیم ایستاده. آلترناتیو کسی نیست که در مهمانخانه ها و رستوران ها فقط بحث سیاسی کنه. شما ببینید در کشورهای مختلف در داخل و خارج جز مجاهدی و شورای ملی مقاومت آیا کسی کوچکترین تظاهرات را انداخته یا کوچکترین پرچم ایران رو بلند کردن که بیان میگن آقا اقلا 500 نفر باشن؟ نه نبوده. اگر هزارها نفر و هزارها نفر بودن فقط مجاهدی بودن. من فقط خواستم این گزارش خدمت شما بگم.